همراه میشیم با مری جاودان فرد تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو. آقای جاودان فرد، نخست وزیر اسرائیل الان از حق این کشور برای مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی در صورت ناکامی مسیرهای دیپلماتیک گفته. الان با توجه به روند مذاکرات احیای برجام که شاهد هستیم، آیا باید منتظر افزایش تنش بین اسرائیل و ایران باشیم؟ به نظر من بله، متاسفانه البته واسه بگم، چون به خاطر اینکه به نظر میاد که احتمال برگشت به برجام داره کاهش پیدا میکنه هر روز. الان به نظر میاد که به احتمال زیاد شورای حکام یک گزارش منفی رو در مورد ایران ارائه خواهد داد و این باعث افزایش تنش خواهد شد. در این حال جمهوری اسلامی ایران به نظر میاد که حاضر نیستش که در مورد حذف سپاه پاسداران از لیست حامیان ترور انعطاف پذیری نشون بده و به علاوه تمام این میشه که متغیرها، یک متغیر جدید هستش که اونم افشای جدید اسرائیل در مورد اینکه جمهوری اسلامی ایران نه تنها برنامه نظامی برای برنامه اتمیش داشته، بلکه اسنادی رو از سازمان انرژی از اتمی دزدیده و از اونها استفاده کرده برای میشه گفت پنهانکاری برای برنامه اتمیش. پس وقتی که این سه تا متغیر رو بغل هم میذاریم، متاسفانه این به نظر میاد که ما داریم هر روز بیشتر به حداقل سناریوی افزایش تنش بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران نزدیک میشیم. خب از سوی دیگه وزیر خارجه اسرائیل الان گفته که جمهوری اسلامی اگر بخواد جنگ رو به دروازه های اسرائیل بکشونه، شاهد جنگ در دروازه های کشور یعنی ایران هستش. الان منظور لاپی دقیقاً چه هست از این حرف؟ این هشدار چه نتایج اقدامات میتونه داشته باشه؟ ببینید، فکر کنم که آقای لاپی داره تلویحی میگه که اگر جمهوری اسلامی ایران خب که جنگ آورده، نه فقط در مرزهای اسرائیل بلکه در طولان چندین سال ما دیدیم که گروه حماس و جهاد اسلامی در داخل خاک اسرائیل با کمک مالی جمهوری اسلامی ایران عملیات‌های انتحاری رو انجام میدادن و میشه گفت هزاران شهروند اسرائیلی در کافی شاب‌ها و در اتوبوس‌ها و در رستوران‌ها و در خیابان‌ها یا کشته و زخمی شدن. و الان به نظر میاد که منظور آقای لاپید به گزارش هایی که در نیویورک تایمز چاپ شده در رابطه با عملیات های اسرائیل در داخل ایران، و به نظر میاد، البته من نمیتونم تایید بکنم، ولی به نظر میاد که آقای لاپید داره میگه که هرچه بیشتر جمهوری اسلامی ایران بخواد به امنیت اسرائیل حمله بکنه، سرمه بزنه، اسرائیل مصمم خواهد بود که به امنیت جمهوری اسلامی ایران در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران سرمه بزنه و اون رو به چالش بکشه. سپاسگزارم از همراهی شما. مری جاودان فرد، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو همراه ما بودید.